سلام خوش اومدید به کلاس درس در کتاب های دبیرستان معمولا یک اشاره کردن و اون همینه که شتاب مرکزگرا در حرکت دایره اندازش و نه برابر هست با V به توان دو یعنی سرعت خطی به توان دو تقسیم بر شعا حالا معمولا نه اثباتی براش آوردن و نه حتی جهتش رو نشون دادن که چرا به سمت مرکز دایره هست امروز میخوایم با هم یه کار جالبی بکنیم که هر دو اینها رو به طرز خیلی خیلی دوست داشتنی و هیجان انگیزی در حقیقت نشون بدیم همین اندازه رو به دست بیاریم که چرا ویدو تقسیم بر آر هست و همین که جهت رو نشون بدیم چرا به سمت مرکز دایره هست بنابراین بیایید به این حرکت دایره یک نواختی که من اینجا کشیدم نگاه بکنید من یک ذره دارم این نارنجی رنگ که داره روی یک دایره که خیلی کم رنگ من کشیدم که شکل شلوغ نشه حرکت میکنه و این ذره من در این نقطه یک که مثلا زاویهش حالا بگیرید هست صفر درجه یا هر درجه که دوست دارید V1 در نقطه دو V2 و در نقطه سه V3 من یک چیزی رو میدونم و اونم اینه که اندازه V1 مساوی هست با اندازه V2 مساوی هست با اندازه V3 یعنی این سه بردار اندازه شون برابر در هر یک حرکت دایره یک نواخ و به همین ترتیب من میدونم که اندازه شعاع R1 مساوی هست با اندازه شعاع R2 در حقیقت بردار مکان در نقطه 2 و به همین ترتیب مساوی هست با بردار مکان در نقطه 3 چون این یک حرکت دایره ای هست و این اولی هم به این دلیل هست که این حرکت دایره ای یک نواخت بنابراین من میتونم به حرکت دایره ای به جای اینکه اینجوری نگاه بکنم که یک ذره داره روی یک دایره حرکت میکنه اینجوری نگاه بکنم که این بردارهای مکان R1 R2 و r دارن به این شکل حرکت میکنن حالا با یک سرعت زاویه یک نواخت اما الان من با اون کاری ندارم من میتونم از این دید نگاه بکنم یعنی بگم من بردار مکان زرم با یک مرکز ثابت داره در این راستا به این شکل حرکت میکنه خب پس این نوع نگاهیه که من الان میخوام به حرکت دایره ای داشته باشم و بنابراین من نتیجه میگیرم که سرعت لحظه‌ای ذره من برابر هست با بردار در حقیقت جهت سرعت لحظه‌ای برابر هست با خط مماس بر معادله مسیر من که اینجا دایره هست در نقطه ای که این بردار مکان معادله مسیر رو قطع میکنه یعنی من اگر در این نقطه که این بردار مکان من خورده به این معادله مسیر من در حقیقت من دارم بردار مکان رو نشون میدم خط مماس بر معادله مسیر رو رسم بکنم من سرعت لحظه ای رو خواهم داشت و به همین ترتیب در این نقطه و در این نقطه پس این نگاه رو داشته باشین تا حالا بریم سراغ یک کار جالب من میام و این بردارهای سرعت رو روی یک دایره و از یک مرکز یکسان رسم میکنم پس این میشه یک بردار سرعت من این میشه بردار ویدوی من و این میشه بردار ویسه من درسته پس این وی یک هست اون یکی وی دو هست دیگه من اسمشون رو نمی که اصلا شکل شروع نشه. و من فرض کردم که از این نقطه تا این نقطه 90 درجه هست یعنی من پی دوم طی کردم یک چهارم دایره خب من الان اومدم این سه بردار سرعت رو اینجا رسم کردم و اتفاقی که در این حرکت دایره من داره میافته اینه که بردار سرعت من داره در این راستا حرکت میکنه و تغییر میکنه درست مثل بردار مکان من که داشت در این راستا دقیقا همون راستای بردار سرعت تغییر میکرد بردار سرعت من هم داره دقیقا همین اتفاق براش میفته و داره دائم به این شکل تغییر میکنه خب حالا بیایید به شباهت این دوتا با هم نگاه بکنیم بذارید من اسم این بردارهای سرعت رو بنویسم داره کم کم مهم میشه این وی که این ویدیو این وی, این وی من اینجا چه چیزی رو میدونستم؟ من میدونستم که این سرعت لحظه ای من یعنی این وی که من مثلا یا کلا در حالت کلی وی مساوی هست با دی آر به دی تی یعنی تق... مشتق جابجایی به, به نسبت زمان به من سرعت رو میداد و من میدونستم که طبق تعبیر هندسی مشتق که شیبش در حقیقت جهت شیب خط مماس بر معادله مسیر هست از طرف دیگه من از تعریف شتاب چی میدونم من میدونم که شتاب برابر هست با دی وی به دی تی خب پس این آر هست این با وی قاطی نشه و این ویه خب اگه من به شباهت این دوتا دقت بکنم میبینم که اینجا آرم شعاع دایره بود و بنابراین جهت سرعت شد جهت خط مماس بر دایره و اینجا ویم شعاع دایره است بنابراین جهت شتاب میشه جهت خط مماس بر دایره بنابراین شتاب من در این نقطه یک همچین چیزی خواهد بود در این نقطه یک همچین چیزی خواهد بود و به همین ترتیب در این نقطه یک همچین چیزی خواهد بود خط مماس بر دایره یعنی شتاب من از آیک میره میشه A2 و از A2 میره میشه A3 و چون حرکت یک نواخت هست من میدونم باز هم مثل اینجا که شتاب من یعنی A1 مساوی هست با A2 مساوی هست با A3 چون حرکت کاملا یک نواخت سرعت در همه این نقاط برابره و برامر این شتاب برابر خواهد بود پس من میتونم اسم همه اینها رو بذارم A3 دقت کنید که این اسکالر هست این دیگه کمیت برداری نیست چون جهت نداره و فقط اندازه شتاب برای من مهمه حالا بیایید به اینجا نگاه بکنید من میدونم که شعاع بر خط مماس بر دایره عموده خب این یک ویژگیه که من از علم هندسه میدونم بنابراین من میدونم که شتاب لحظه ای وقتی که سرعت هست V1 عمود هست به این V1 و در این جهت هست بنابراین اگه من بیام روی این شکل رسم کنم شتاب رو میبینم که در این جهت خواهد شد یعنی این میشه آیه که من این میشه دوباره آدو من چون آدو هم عمود هست به ویدو و در این جهت هست و این میشه آ 3 من پس بذارید من اسم اینها رو هم بنویسم که من گم نکنم این میشه آ این میشه آ و این میشه آ که همه اینها البته بردار هستن و اندازهشون رو هم من میدونم که برابرن چون حرکت یک نواخته بنابراین من خیلی قشنگ با این در حقیقت شباهتی که تونستم کشف و کنم و بردار سرعت رو روی یک دایره رسم و کنم و همون برخوردی که با سرعت داشتم رو ببخشید با مکان داشتم رو با سرعت داشته باشم به دست بیارم که جهت شتاب به سمت مرکز دایره هست پس بذارید اصلا من اینو اینجا بنویسم ببینید همون رابطه ای که R با سرعت داره همون رابطه رو سرعت داره با شتاب خب یعنی مشتق آر به نسبت زمان وی رو میده و مشتق وی به نسبت زمان شتاب رو میده بنابراین از لحاظ رابطه ریاضی این دوتا دقیقا یکی هستن و اگر من تونستم روی این دایره سرعت رو از طریق تغییر بردار مکان به دست بیارم جهت و اندازش رو میتونم روی این دایره شتاب رو از طریق تغییر بردار سرعت به دست بیارم جهت و اندازش رو خب حالا این این شد حالا بریم سراغ این که ببینیم آیا این فرمول جادویی کتاب های دبیرستان رو میتونیم با هم دیگه به صورت شهودی کشف کنیم یا نه یک سوالی رو بیایید با هم جواب بدیم چقدر طول میکشه که این شیء من از این نقطه بره به این نقطه یعنی این مسافت رو طی بکنه خب من از حرکت شناسی میدونم که ببخشید که جابجایی این ذره من روی دایره یعنی مثلا من اسمش میذارم مثلا دلتا اسش جابجاییش روی این کمان برابر هست با سرعت خطیش یعنی و ضرب در تی یعنی زمانی که طول میکشه که این مسافت رو طی بکنه این یک رابطه خیلی ساده است چون و برابر هست با جابجایی تقسیم بر زمان بنابراین من وقتی که سرعت خطی رو دارم میدونم که برابر با سرعت خطی ضرب زمان این شیء من داره روی این کمان حرکت میکنه من از این نتیجه میگیرم که تی یعنی زمانی که طول میکشه از این نقطه برم به این نقطه برابر هست با طول کمان تقسیم بر سرعت خطی اندازه البته من فکر کنم از این پایین عبور کردم پس بذارید اصلا اینا رو خط بزنم بیام این بالا بنویسم میشه طول کمان دلتا s تقسیم بر اندازه سرعت پس این میشه زمانی که طول میکشه من از این نقطه یک بیام به این نقطه دو اما طول کمان من چقدر هست خب من میدونم این یک چهارم دایره هست درسته دیگه این الان یک چهارم دایره من هست پس این میشه یک چهارم ضرب در دو پی آر پس این میشه یک چهارم ضرب در دو پی آر که این آر دقیقا همین بردار مکان هست اندازش یعنی مساویه با آر اگه اینها رو تعریف بکنم این میشه بردار مکان اینها رو هم مساوی با V تعریف میکنم پس میشه یک چهارم دو پی آر مساف... مساف... مسافتی که این شیعه من طی ت... میکنه تقسیم بر اندازه V که من این با همین V نشونش خواهم داد پس یک بار دیگه ببینید من اصلا کار پیچیده ای نکردم من از یک تعریف ساده حرکت شناسی گفتم دلتا اس تقسیم بر زن در حقیقت جابجایی تقسیم بر سرعت به من زمان رو میده و جابجایی من هست یک چهارم دایره یعنی یک چهارم دو پی آر و سرعت من هم هست وی حالا من میام همین کار رو این ور هم میکنم یعنی میگم چقدر طول میکشه که من از این نقطه برم به این نقطه خب من دوباره میتونم همین رابطه رو بنویسم بگم تی هست دلتا اس تقسیم بر اندازه سرعت یعنی سرعتی که دارم طی میکنم این دایره رو و این مساوی میشه با یک چهارم دو پی زرد در شعاع این دایره چقدره؟ شعاع این دایره وی دیگه آر نیست خب پس میشه دو پی وی پس مسافتی که من طی میکنم روی این دایره مجازی که ترسیم کردم دو پی وی هست و یک چهارمش میشه یک چهارم دو پی وی تقسیم بره با چه سرعتی دارم من این دایره رو می میکنم سرعت خطی من روی این دایره چقدر هست خب وقتی که اینجا شعاعم آر بود سرعتم دی آر به DT تی بود سرعت خطی میشد این بردار و بنابراین وقتی که اینجا شعاعم وی هست و سرعت خطیم میشه دی وی به DT درست مثل اینجا که شد DR آر به DT که این هست آ بنابراین سرعت خطی که من دارم این دایره مجازیم رو می کنم هست آ یا آی سی که اینجا تعریف کردم یعنی اندازه سرعتی که دارم این دایره رو تعیین می‌کنم هست آی سی و بنابراین من باید به جای سرعت اینجا آی سی بذارم و حالا به یک نکته من باید توجه بکنم که این دو تا زمان یکی هستن چون من همون قدری که طول می‌کشه از این نقطه برم به این نقطه همون قدر هم طول می‌کشه از این نقطه برم به این نقطه دیگه چون این رو اصلا از روی این یکی رسم کردم و این بردار سرعت دقیقاً بردار سرعت در این نقطه است بنابراین اگر من این دو عبارت رو با هم برابر قرار بدم یعنی بیام بگم که یک چهارم دو پی آر تقسیم بر V مساوی هست با یک چهارم دو V تقسیم بر آ در این صورت این یک چهارم دو پی ها هم دیگر رو ساده می کنن این هم آی سی هست من نتیجه می گیرم آر ضرب در آی سی مساوی میشه با وی به توان دو از این نتیجه می گیرم که آی سی مساوی میشه با وی به توان دو تقسیم بر آر و این فرمولی هست که ما الان به دست آوردیم خیلی هم فرمول جالب و دوست داشتنیه خب خیلی هم خوب این ویدیو خیلی طولانی شد ولی من دلم نمیاد یک بار دیگه به این شباهتی که ما کشف کردیم شما رو توجه ندم من این رو میدونم که در جهان فیزیکیم داره رخ میده این شکل سمت چپ و یک بردار مکانی من دارم که داره اینطور تغییر میکنه و از روی اون میتونم سرعت رو به دست بیارم که خط ماماس بر مسیر هست از روی این میام یک دایره مجازی میسازم پس این رو بذارید من وصل بکنم پس این میشه یک دایره مجازی این در دنیای واقعی وجود نداره این دایره مسیر اما من این رو میسازم اینجا و میگم که این بردار سرعت من الان دقیقا نقش بردار مکان رو اینجا داره روی این دایره ایفا میکنه بنابراین سرعتی که من اینجا دارم که سرعت جابجایی مکان هست اینجا میشه شتاب در حقیقت شتاب میشه سرعت جابجایی سرعت که همون تعریف شتابه و بعد با برابر قرار دادن زمانی که طول میکشه من از این نقطه برم به این نقطه و زمانی که طول میکشه که از این نقطه برم به این نقطه این فرمول جادوییم رو کشف میکنم و این دوتا رو با هم برابر قرار میدم کل نکته و کل در حقیقت نکته اصلی هم اینه که سرعت روی این دایره همون شتاب هست یعنی معادل سرعت روی این دایره شتابه